همین آخرین مبارزه بلال مخوف از تیم نفت تهران و سعید ابراهیمی از تیم صنایع معدن همدان در مقابل همدیگه مبارزه خواهند کرد. بلال مخوف رو مشاهده می‌فرمایید میاد بر روی تشک. بلال مخوف با 2 متر قد، دقیقاً 2 متر قدش هست و 120 کیلو وزن. آقای عادل‌پور مبارزه رو قضاوت می‌کنه. سعید ابراهیمی کشتی‌گیر 96 کیلو حرکت آهسته رو مشاهده می‌فرمایید در که در وزن 96 کیلو فرق گذاشت شد. حرکت زیرگیری از مچ پای حاجی مراد گاتسالوف قهرمان المپیک و 4 ساله جهان. عرفان امیری یار کرمانشاه به اعتقاد من خوب کشتی گرفت، در مقابل این کشتیگیر 1-0 مغلوب شد. قهرمان جوانان جهان دلاور کرمانشاهی من فکر میکنم خوب مبارزه کرد در مقابل این کشتیگیر عنواندار و این کشتیگیر قهرمان المپیک به اعتقاد من مبارزه بسیار خوبی رو به اجرا گذاشت. بلال مخوف مشاهده میفرمایید، مردی که در سال 2005 در ویلنیوس در مسابقات جوانان جهان در دو رشته آزاد و فرنگی کشتی گرفت، در فرنگی سوم شد، در آزاد این کشتیگیر دوم شد. 2006 اون موفق شد مدال طلا بگیره در گواتمالا در جوانان، در فینال آذرشکیب ما رو شکست داد و در 2007 در باکو آذربایجان اون موفق شد مدال طلا بگیره. در المپیک 2008 بختیار احمدوف جایگزین اون شد و دوم شد. در 2009 یک بار دیگه آقای زامبلا تدیوف از این کشتیگیر استفاده کرد و مدال طلا گرفت. دو مدال طلای بزرگسالان سنگین وزن و دو مدال طلای جوانان سنگین وزن، یه برنز رشته فرنگی رو در آلبوم افتخاراتش داره. در مقابل او سعید ابراهیمی کشتیگیر 96 کیلوی ما که 102 کیلو بیشتر وزن نداره به این وزن بالا اومده. به اعتقاد من اگر در 96 کیلو با گاتسالوف مبارزه میکرد بهتر بود. آقای عادل‌پور داور وسط، رئیس تشک آقای موسی بابایی و قاضی آقای گرمرودی مبارزه رو قضاوت میکنن. ببینیم که سعید ابراهیمی دلاور همدانی در مقابل بلال مخوف چه خواهد کرد. بلال مخوف در مسابقات هرنگ دانمارک فردین معصومی ما راحت برد. حالا ببینیم شب در مقابل فردین معصومی دیدار نفت و گاز همدان چه خواهد کرد. یک سرگردن بلندتر هست از سعید ابراهیمی. سعید ابراهیمی برای جلوگیری از مچ پا اقدام میکنه. خیمه سنگین از بلال مخوف از روسیه، همچنان یار داغستانی تیم نف و با خیمه ای که میزنه سعی میکنه خاک کنه. سعید ابراهیمی بلند میشه از جای خودش و تماشاگران رو ما رو تشویق قرار میده. حالا دیگه تماشاگران براشون فرقی نمیکنه که کدام تیم نفت کدام تیم همدان، براشون ایرانی و روس فرق میکنه و تمام تشویق میکنن سعید ابراهیمی رو. سعید ابراهیمی بله سعی میکنه که از مچ پای حریف خودش سود ببره. خوب مبارزه کرده تا این لحظه به اعتقاد من. 20 کیلو سنگین تر هست و دو بار در سنگین وزن قهرمان جهان شده. سعید ابراهیمی همچنان سعی میکنه زیرگیری کنه و میزنه زیر کتفان حریف خودش بلال مخوف و سعی میکنه پای سعید ابراهیمی از توش خارج کنه. آقای عادل‌پور داور وسط کشتی رو قطع میکنه. سعید ابراهیمی دارنده مدال نقره جهان در سال 2007 باکو آذربایجان، در اونجا به حاجی مراد گاتسالوف کشتی رو واگذار کرد در فینال. همچنان در سشاخ کار دنبال میکنند و کشید. در مسابقات جام جهانی خوب کشگیری برای زیرگیری از مچ پا اقدام میکنه. یه زیرگیری از سعید ابراهیمی میرته اینکه خواهد کنه علی قاچو، همچنان میرته اینکه به پل بزنه. آفرین سعید ابراهیمی. بله از سالن در شور نشاط و شادی میشن. واقعا جانانه زیرگیری کرد. یه زیرگیری از مچ پا بلال مخوف به سبک رسول خادم زیرگیری کرد از مچ پا. یک امتیاز میگیره از حریف خودش. حالا سرزی بغل اینجا سعی میکنه تندر کنه حریف خودشو. یه تندر ناموفقه. ببینیم مثل اینکه آسیب دید یا لازم میرفت اینکه تندر رو به اجرا بذاره. سعید ابراهیمی که از ناحیه ببینیم کتف یا بله قدرت بدنش نرسید در واپسین ثانیه ها. مثل اینکه ببینیم از کدام قسمت آسیب دید، از زانو فکر کنم. بله بیم از اینکه آمد حریف رو تندر کنه، این مچ پایی بود که گرفت. حریف حرکت ها از سر دیدیم بعد از اون که زد زیر کتفان حریفش سنگین تر هستیم، چیزی در حدود 20 کیلو سنگین تر هست. بله 20 کیلو سنگین تر هست. داور وسط دست آقای عادل‌پور دست بلال مخوف بنام فرد پیروز بالا میبره. از نایه زانو آسیب میبینه، زانوش هم یه مقدار آسیب دیده بود. زمانی که اومد تندر رو بتابونه از نایه زانو سعید ابراهیمی دوچار آسیب‌دیدگی شد. امیدوارم که مسئله مهمی نباشه. حالا بلال مخوف هم میاد و از حریف خودش معذرت خواهی میکنه، کار خلافی هم نکرد از مقررات و در این حال پزشکان میان رو مداوا میکنن. مسئله مهمی نیست. امیدوارم که
بعد از یه استراحت کوتاه او بتونه که به رقابت ها برگرده. ما فرصتی بله کشتی ها تمام شد. یک بار دیگه این توضیح رو میدم که امروز بعد از ظهر ساعت 5:30 بعد از ظهر دیدار نفت تهران و تیم گاز مازندران یه دیدار جذاب و دیدنی خواهد بود. یاران گاز مازندران خب احتمالاً دباغی سعید احمدی، مهدی تقوی، ایمان محمدیان، اصغر بزدی، رضا یزدانی و فردین معصومی خواهند بود. دیدار فردین معصومی با این بلال ماخوف من فکر میکنم آقای نوایی دیدار سنگین وزن امشب بسیار جذاب بشه، زمینی که همه دیدارها دیدنی و تماشایی خواهد بود. خب فرصتی مثل این که نداریم. به تبع آقای نوایی از شما ازن خداحافظی میکنم و فرصت در اختیار همکارانم آقای اعتصامی فرهادیان در پخش میدم و تا بعد از ساعت 5 بعد از 5:30 بعد از زمینی که حرکت آهسته رو شما مشاهده میفهمین، مچ پای زیبایی که گرفت دلاور کشورمون سعید ابراهیمی و به این شکل ببینیم چگونه موفق شد این روس رو خاک کنه و امتیاز بگیره. تا ساعت بعد از ظهر به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم و بعد از ظهر امیدوارم رقابت های جذابی رو با هم ببینیم. بله ما